خدا فیزیک هر نکرد جوابش کرد. خب شما نه آقای خب اون موقع آقای رحمتی رو ظاهراً آقای کیروش موافق نبود زیاد باشه، بعد گفت آقای رحمتی نباشه، یکی دیگه هم من میخوام. دست آقای رحمتی که اوج بود، بازیکن خوب بود، باز فشارهای زیادی به ما اومد که آقا رسانه ها غیره و زاله که آقای رحمتی خیلی خوبه، چرا چیز نمی کنید؟ من با آقای کیروش زنگ زدم گفتم آقای کیروش بالاخره این حالا بوده، حالا مواردی بوده مورد نظر شما نبوده، اگه میشه دوباره این رو مثلا چیز کن، بگو که بیاد و بخواش بذار به اینو بگیریم. اولشون که مخالفت کرد برگو باشه تا پس فردا اگه بیاد من بیا تو اردو. ما زنگ زدیم آقای رحمتی، آقای رحمتی شما رو گفتم من تا پس فردا نمیرسم بیام، مثلا 3 روزیه میام 4 روزیه میام. خیلی مهمه خلافش شما دیگه پرمنش بسی اصلا چرا استفاده مشکل تیم من میگم خلافزی کرد ببین آقای کیروش نه خلافزی بعد بله آقای کیروش نه خلافزی نکرد کنار گذاشت دقیقا. خب آقای کیروش دیگه نمیخواست آقای رحمتی رو، آقای رحمتی هم گفت من نمیخواد من هم خلافزی میکنم. بله آقای کیروش میخواستش میومد. قبل از این سه بازی اومدم به بنده از این سری مسئولین گفتن که توانی کرد آقای کیروش مثلا با قطر که آقا به قطر ببازه و کلی پول بگیره. اصلا سیستم من رو به هم ریختن. در 15 روز تمام بازی رسی قطر اصلا واقعا در یه حالت گیجی بودم. گفتم اینا حتما اینقدر مسئولین حالا چی بودین مسئولا؟ حالا مسئولینی بودن که بالاخره از وزارت ورزش بودن؟ حالا نه ولی بودن که تو حوزه ورزش بالاخره دخالت داشتن. اینا وقتی میگن که آقا یه همچین مطلبی هستش و حتی به وزیر ورزش اون موقع رئیس آدم تربیلی بود موقع با اونم گفته بودن که بله یه همچین تبانی شده مختون حتما واقعیت داره دیگه، که حتی من مثلا تو مسابقه قبل مسابقه راه میرفتم مثلا عرق میخورم آقای کیروش گفت چه تویر کن بابا حالا بازیه دیگه حالا اینقدر چرا ناراحتی اینا، گفتم نه من حالا چیز دارم و یعنی اینقدر اصلا در من اثر گذاشته بود. وقتی که این بازی با قطر بردیم من خوشحال کروشینا واقعا من تأسف خوردم به خاطر یه جایی که یه افرادی میان پلیس اطلاعات نادرستی اینجور قضاوت های میکنن و حتی در خیلی از زمانهای خود بنده که اونجا کار کردم و زحمت کشیدم واقعا توانم هرچی بود گذاشتم یه قضاوت های میکردن یک تهمت های میزدن اینها خیلی بده و این خوبشون اومد اون بازی رو برد. حالا خوب بعد بازی لبنان رو برد و کره همونجوری خدا کمک کرد ستاش رو برد و چقدر ما خوشحال بودم و بعد خود کیروش این مشخص بود که اصلا تبیانی نبوده. حالا اینا از کجا این اطلاعات گرفتن که آقا اینو بودن که مثلا دیگه اطلاعات مملکت مثلا خوب داشتن، از کجا گرفتن و اینو اومدن این حرف رو زدن؟ خیلی ضربه به نظر من بدی بود. قرارداد بازیمون تو جام جهانی بود. بعد تو جام جهانی که تموم شد آقای کیروش هم منم میرم و ما اون تو خوبا میره دیگه بعد فکر مربی دیگه باشیم سرمربی دیگه باشیم. همون موقعی که بازی سوم بود که انجام شد تو رختکن آقای کیروش رفت و از بچه‌ها تو رختکن خداحافظی کنه، بچه‌ها هم زار گریه می‌کردن بچه‌ها فوتبالیستامو و اصلا علاقه بهشون می‌کردن که بعد مالیم بابا خیلی اینا واقعا بینا وابستن و این دوتا با هم این انسجامی بودیم حیفه که باید باید مذاکره شدیم آقای کیروش آقا کار ادامه بده. ایشون هم تحت تاثیر واقعا بچه ها بود و حالا پیشنهاد دیگه هم داشت نداشت ولی اومد و دوباره مقدر رو ادامه داد. این آقای کیروش به نظر من دوست نداشت که یه مربی مثلا حالا خیلی ایرانی بیاد حالا مرد مثلا بتونه جای اون مطرح بشه. چرا؟ آقای مثلا چیز همیشه کنارش بود، مارکار همیشه کنارش بود ولی بقیه رو ایشون تا میگفتی آقا مربی ایرانی قرارداد داریم گفت مارکار هست. ولی اونجوری که باید یک مربی ایرانی رو بیاره کنار خودش و بهش فضا بده نمیداد. چرا مشکل کیروش با مربی ایرانی همش تقصیر کیروش بود؟ نه بله خب شما نه نه من نمیتونم بگم تقصیر کیروش بود ولی اخلاق کیروش طوری بود که مربی ایرانی هم خودشون خیلی بالا میدونستن و زیر بالا قضا نمیدونستن. درستان من نیخواهی مکنی چقدر مقصر کیروش بود؟ ببینید آقای کیروش میتونست مربی ایرانی جذب بکنه و با اونا کار کنه ولی به نظر من 60-40 بود دیگه. حالا 60-60 آقای کیروش اخلاقش خیلی تون بود چه لحظه هم مربی ما که زیر بالا هر چیز نمیرفتن چرا که رفتم خواهی مارکار دائم باش بود زیر باش هم میرفت
خب خیلی از کاری که مارک کنم کرد که اونها دیگه نکنن. یا آقای منصوریان مدت ها بود بالاخره، چون میدونی بالاخره مربی ایرانی نه من نمیتونم زیاد به اون بپردازم، ولی بالاخره مربی ایرانی مثلا بعدن دوست داره برای اینکه ریزومه خودشو قوی کنه، حالا شاید هم چیزی هم یاد نگیره، شاید هم بگیره، شاید هم کنه، ولی بعد من میگم من پیش فلانی بودم و مثلا دیگه مثلا سطح هم یه سطح بالاییه. آره این انتقابات 95 برگردیم دیگه، بعد از 8 سال دیگه نمیخواستم باشین شما رو، هر طوری که بود گذاشتن. حالا من اینو میگم چون میگن که شما رو حتی بردن ازتون تعهد گرفتن تو ابین، واقعا این اتفاق اگر افتاده بگید. نه ببینید تعهد نگرفتن که مثلا بخوام من میگم آشنا کاندید نشد، دلیل نداشت که بخوام، اونا اینقدر باهوش هستن که نه چیز کتبی بگیرن از کسی. ولی خب اون رفتارهایی که چند ماه آخر در واقع ریاست فلسطین هم با ما شد و اومدن مثلا اومدن وسایل ما دیدن پرونده درست کردن و این چون مسائل، خب اینا دلیل نداره که بنده وقتی همچین مسائل و برخوردهایی میکنم، بنده که اومدم کار کردم دو تیم رفیق جام جهانی، این همه تاسیسات ساختیم، این همه مکانهای ساختیم که حالا هیچ وقتم تو رسانه‌ها بحث ازش نمیشه که این آکادمی که یک خرابه بود متحول گرفتیم، بعد یک شهر آباد تحویل دادیم، این چجوری ساخته شد. اینها وقتی این همه کار کردیم خدمت کردیم دلیل نداره که حالا بیان هر روز یه مسئله واسه ما ایجاد بکنن. خود من دیگه دیدم و از اون برم که وزیر ورزش مخالف شدید من بود، یعنی من نگاه کردم دیدم که واسه من لجبازی هم بکنم گفتم دوباره انتخاب شدم، بعد نشستم دو تا چهار تا کردم خودم، گفتم من الان تا یه جای رسیده که تیم خارجی بدون راه نمیدم، در استادیوم ما رو میبندم، پول به ما نمیده، بنده رو وزارت ورزش راه نمیده برم تو جلسات واسه فدراسیون شرکت کنم. وقتی این برخورد رو به من این وزیر داره، خب موندن من به نفع فوتبال نیست، همینطور که الانه، الان یه نفر اگه بخواد بیاد لیست فدراسیون میشه کاندید بشه، اعضای مجمع باید بدونن که اون فرد اگه حمایت نشه فردا به بنبست میخورن و من این بنبست رو دیدم پیش خودم. اون رفتاری هم که با ما کردن من دیگه خودم کاری نشتم، ولی هیچ گونه تعهدی نه در اوین نه در جایی گرفته نشد، ولی پالس ها و اشاراتی که کردن بنده خودم باهوش بودم اونطوری شد. اواخر حضورتون هم محروم شدید، ماجرا از این قرار بود که اون حق پخش بازی تیم ملی بود که اون شرکت بالا کشید و شما گفتید ما اومدیم حساب کردیم اگه بخوایم وکیل بگیریم شکایت کنیم بیشتر از اون پول میشه که با مطالبه کنیم، و پرونده بعد از اینکه شما از ریاست فدراسیون رفتید به جریان افتاد. شما این سوالا رو کنید شد که آقای تاج شما این سوالا نکرد از شما این از من سوال کن، بگو شما آقای کفاشیان کمیته بازاریابی سوالتو اینجوری تکرار کن، بگو شما کمیته بازاریابی اومد یه قراردادی بست، قبلش بسته بود چند تا پول گرفته بودیم، یه سیگنالی رو یکی تلویزیون داده ما داده به اون داده، اون قبل پول شما بده نداده، چقدر بوده؟ 79000 دلار. برای این بنده رو 5 سال محروم کردن، ولی این پولی که 2 میلیون و 3 میلیون نیم 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون یورو آقای ویلموس از فدراسیون گره و پولو میگیره میبره، کسی اصلا توجه نکرده. این سنگیتر بود یا اون بوده؟ این سوال هم بکن که من برای بهشون توضیح بدم که ببینین این درست نبود که اولا که بنده رئیس فدراسیون بودم، خیلی قرارداد رو امضا میکردم، دم جام جهانی یه سری حق پخشای اولیه رو فروختیم، همه پولاش اومد با همین شرکت، بعد آقای بازاریابی مون رفت قرارداد بست، من فقط امضا کننده بودم با این شرکت. سیگنالی اصلا فدراسیون فوتبال هیچ پولی داده نشده، یه سیگنالی تلویزیون داده به اون، اون برای یه پول امام داده نداده، تلویزیون هم هیچ ادعایی اما نداشته، هیچ چی هم از ما نخواسته، اون نداده، اینو اومدن گرفتن و مستمسه کردن و بنده رو محروم کردن. به خاطر چی؟ به خاطر همون که گفتن آقای کفاشیان شو فوتبال نباش نیا. بعدم آقای تاج اون موقع به قول معروف میگه یکی اسم بچه‌اش رو گذاشتم میگم حالا رستم چی میگم، بعد نمیدونم صداش کنه، یه فردی رو آورده که اون فرد من این تصمیمی گرفته و سیاسی برخورد کرده، به من رب نداشته پرونده اصلا. بعدش هم جریان پشت خط بوده که گفته نذاری میشون دید فوتبال بیاد روش کنه. خب اون گفت خب اون رو خودتون میگفتید حمایت نکرده ازتون بیشتر نکرده، بله نظرشون رسید نه نکرد و منم سکوت کردم و الان ولی الان اینو میگم، الان از تیم هم موقع به آقای تاج گفتم، گفتم آقای تاج شما از این از من دفاع نکردی، ولی من چند برابر سر خودت میاد.
بعدش هم حالا کاری نداره اومد، حتی نوشتم براش. حالا مثلا یه 79000 تا کمیته بازاریابی ما رفته، یه قرارداد امضا کرده، 100 تا دیگه شو گرفته، یکیش رو نداده رفته که بقیه هم رو لغو کردیم. بعد مثلا اینو بنده رو معلوم کردم، تازه نخواستم مال کمیته اخلاق. همجوری بچه تازه دو نفر از اعضای کمیته اخلاق همون موقع مخالف این قضیه بودن. کلی یکشون رئیس کمیته اخلاقه. بعد اینو کردم، بعد حالا پرونده بیلموسش کمیته اخلاق ورود نمی‌کنه. خب ببینید این مسئله هستش که حالا سینا بعد رفتیم اونم بعد یه سال دیگه بهشون دستور دادن که آقا اینو بررسی بکنین، اونا من بررسی کردم گفتم مرغ. ولی نه، بحث اینه که حتی دیوان مواصفات هم رفتم چیز نکردم، چیزی نبوده، ولی برخورد سیاسی کردم و من از همونجا زله شدم. گفتم دیگه حتی ما طلاهم جلوم بذارن نمیرم تو این کاری که من اومدم اینقدر زحمت کشتم. بنده در فرسون فوتبال ها شما این بحثا رو نمیرید، شما انشاءالله تو نمیرید شما این چیزا رو. این آکادمی صفر رو کردیم آکادمی صد، بهترین تجهیزات که هیچ جای ورزش ممکن میگم چیزی نداره ما ساختیم. همم زمان ساخته شده، همم اون موقع بودیم گروهی کار کردیم، همه با هم ساختیم اونجا رو درست کردیم. نمیدونم این همه تیم های فوتبال ساحلیمون، فوتسال خانمامون، فوتسالمون سوم جهان و اول آسیا، اینا یه دستاورده خوبی بوده، الان کجاست؟ ولی خب اینا گفته نمیشه، مهم نیست. البته من برای خودم اعتقاد دارم که مبارزه خدا کردیم، اون بالا هم ببینه کافیه. حالا ببینیم، حالا من مثلا بعد شنیده بودم مثلا آقای سلطانی فر یه مقدار رنگش قرمزه. حالا چون آقای سلطانی فر نه بله، حالا خود آقای مثلا سعیدی من یه خود احساس میکردم که مثلا حالا روی پرسپولیس بیشتر چیز داره. آقای عباسی که نه اصلا تو این مسائل نبود. آقای علی آبادی هم نه به اون صورت، اونم اون اصلا خیلی فوتبال علاقه داشت، هر دو تیم رو نمیدونم همه تیم ها اینا رو علاقه داشت. یه خود آقای سعیدی فکر کنم گرایشش به پرسپولیس نبود. آقای بودرزی هم فکر کنم زده اون که زده تیم فوتبال بود. نه خب بالاخره بازنهادشون مدیر عامل پرسپولیس شد دیگه. کیشون؟ آقای تایی باشنا باشده؟ نه مثل باش کار میکرد. حالا نه ایشون چون میخواست یه بدهی داشت به آقای تایی، اونو بدهی رو بده اینو گذاشت، ولی نه به خاطر اینا نبود، ولی اون بدهی رو ایجاد کرد که یکی از جای خوبش بده، ولی کن اون خورش اصلا فوتبال زنده فوتبال بود.